باران میبارید و من باران را دوست میدارم. البته باران نرگبار. دو فیلسوف زیر چتر بودند، زیر یک چتر، و من به فلسفه فکر میکنم. یک سینه پرسش دارم که به مرور طرح میکنم. درد جاودانگی، رازداری، رندی، مرگ، غرب، عرفان، فلسفه. اصل هستی چیست؟ این همان پرسشی است که اغلب مردم در خلوت و جلوت بدان فکر میکنند و پاسخهای متفاوت مییابند. فلسفه در این میان چه پاسخی دارد؟ آیا بعض لفظهای متفاوت و مشکل فهم خود بار گرانی بر ذهن و ضمیر مخاطبین نمی نهد؟ اصولا آیا فلسفه قادر است به سوالات اساسی زندگی آدمیان پاسخی اطمینان بخش ارائه کند؟ یا اساس فلسفه طرح سوال و تزریق حیرت است؟ نظر شما چیه رو پیاده نمیشه؟ بفرمایید. پیاده میرن بریم. جوونا پیاده میرن، جوونا با ماشین میرن، پیرمردان آقای دکتر الان شما در استراسبورگ هستید؟ بله استراسبورگ. سرحال هستید شما؟ والا سرحال که هستم، ولی خواب که نمیرم، یک کمی سرم درد میکنه. دیشب تا حالا خواب نرفتم دیگه. خوابیدید بعد از ظهر؟ شما ماشاءالله حال خوبه؟ نه ریشم رسانه برای وجود برای دیگران هیچ، برای خودتون هم. خودم هم. برای اینکه برای خودتون نه، شما در دیگری خودتون رو میابید. فیدبک الان شما میگید که اون صحبت کردن اگر من در تمام عمرم اگه 100 سال عمر بکنم، حتی حد اکثر اگه 100 سال عمر کنم و یه نفر پیدا کنم که خودمو در رو بیابم کافی. دکتر مثلا شما شده به مرگ فکر کنی یه حادثه، مثلا من تو هواپیما ما سوار بودیم یه دفعه یه حادثه پیش بیاد، لحظه فکر کنی که دیگر نیستی، ممکنه یک لحظه دیگه. من نه تنها اون که خب لحظه اتفاق زیاد افتاد که لحظه فکر کنم یه نیستم، ولی فکر مرگ از جوانی همراه من بود تا حالا که پیرم. همیشه من تقریبا از مرگ غافل نبودم. یکی از مسائل مهم منه، همواره بهش میاندیشم، نمیتونم نیاندیشم. یعنی مرگ اندیشی ضرورت کار فلسفیه؟ یعنی نه همه لزومن، بعضی هم غافل هم. یعنی ذاتن آدم مرگ اندیش هست، ولی بعضی غفلت میکنن، بعضی غافل نیستن. یعنی شما مرگ رو راحت میپذیری؟ راحت باید میپذیرم، یعنی روز که ندارم، ولی باید میپذیرم، یه ضرورت. نه منظورم مواجهه با مرگه، الان مثلا آمادگی برای مواجهه با مرگه. یعنی به ضروره، چون ضرورتش میبینم. حالا جدای از اون ضرورت، نه خوشم نمیاد ازش. خب پس برای چی بهش فکر میکنی؟ نمیتونم فکر نکنم، فکر کنم که من فردا چیکار، یه لحظه دیگه چیم، به لحظه آینده فکر کنم. یعنی آینده نگری مرگ اندیشیه. لحظه دیگه من یقین دارم هستم، یقین دارم این لحظه دیگه هستم یا نه. تصوری از اون لحظه که نیستی چی در ذهن زمیر شما؟ حالا نمیدونم، تو اون حالا دیگه بسته به مبانی دارم. من که خب خیلی فکر دارم، جاودانگی، نفس، بقا، اینا رو فکر کردم، اینا رو فلسفیه، اما اصلش فکر جاودانگیه. حالا این جاودانگی چجور باید حل کرد وقت مفصل. عارفان هم هست؟ خیلی عرف و همشون عرف و همشون دارم، لحظه زندگی میکنم عرف و عرف و هر لحظه عالم رو جدید ببینم. یعنی این منجر به یک آرامش درونی هم میشه؟ برای عرفا بعده که خودشون رو ساختن. برای فیلسوفا نه؟ فیلسوف نه. چرا؟ فیلسوف اون آرامش نرسیده هنوز. عارف از این دغدغه ها فارغ میشه، میرسه به یه چیزی شهودی.
فیلسوف نه نمیرسم. البته همه عرفا هم نمیشه، عرفا هم یکسان نیستن، عرفا هم فرق دارن. یه عارف است مثل مولوی، این چی میگه درباره مرگ؟ میگه مرگ را دانه ولی تا کوی دوست راه اگر نزدیک داری، نزدیکتر داری بگو، از مرگ نزدیکتر اونو بگو. این که چیزی مهم نه. چقدر قشنگ با مرگ بس. خود مولانا مواجهه با مرگ رو خیلی برای خودش ساده کرده بود. اصلا اعتقادی به شیون و زاری و اینا نداشت. اقتلونی اقتلونی یا ثقات ان فی قتل حیاتی فی حیات. آزمودم مرگ من در زندگی است، چون رحم زین زندگی پایندگی است. به انواع مختلف گفته و درست هم گفته ها، شوخی هم نمی کرده. یعنی اعتقاد داشته؟ بله رسیده بوده. شمس هم همینطور بوده، شمس هم همینطور بوده. عجیب آدم بوده شمس. این مواجهه شمس با مولانا و بعد جداییشون و بس صحنه هایی که از دوستانشون کسی فوت میکنه خیلی جالبه. وصف و توصیفش شمس برای مولانا شوخی نداره. این دیوان شمس رو بخون، چه شور و عشقی داره برپا میکنه. همه شور و عشق و دلدادگیست. سلام علیکم قربان شما، ارادتمنده شما برمت شما جیب قربان. من از دور با شما آشنا هستم، خواستم از ادبی کرده باشم. خوشحالم از ادبی که من دارم. اسم شما رو بدونید. من دسفیلی هستم. آقای دسفیلی قربان شما بکنم. این هم تشکل هر آنه برای شما دیویست شوردی یا دیویست؟ دیویست شوردی در جریان بودم. خواهش بزرگوانی گفت کنید به صدا بکنید. خواهش بزرگوانی گفت کنید به صدا بکنید. خدا مورید زیاد نه آقای دکتر، کنده بید تو فرانسه هم دیگه مورید شما این کاشتر پاریس بود در استراسبورگ شهر به این کوچکی و هر حال موریدان این چین دنبال میکنن رسد میکنن. آقای دکتر البته دیروز نگفت، دو سه بار گفتم خب من اونجا میگم اشاراتی داشت. الله فیلسوفا اصلا رازداری. آقای دکتر راجع به رازداری در فرهنگ ایرانی، این عرفا چرا همیشه در لایه از حریر حرفاشون رو میپیچیدن؟ چرا رک نبودن؟ چرا اینقدر میپیچونن؟ راز اونجاییست که خود راز خودش معنی خیلی عمیقی داره. که راز چیه؟ اتفاقا راز فاش کردنی هم نیست، این بی خوده که شما را راز اونجاییست که دیگه زبان کوتاه میشه، یعنی زبان یعنی دیگه میمونه اونجا که زبان تمام میشه، یعنی دیگه نمیشه گفت. مثلا ذات حق تعالی را نمیشه گفت، شما هرچی خود تو بکشی ملا صدرا بگیر مثلا اون رازه دیگه، ذات به بیان نمیده. اوصاف فقط شما میگی، ذات را نمیتونی بگی، هرچی بگی وصف. شما هرچی بگی وصفه، یه ذات بگو بینه در باره ذات پشه، ذات خدا نه بگیم در باره پشه، ذات پشه رو بگو بینه. یالا بگو هرچی بگی وصفه. نه منظورم دکتر در اینه که ما ادبیاتمون خیلی چیزاش به علت این منشأشو دارم میگم. ریشش چیه؟ منشأش همینه که به یک ساحتی رسیده بودن که فوق زبانه، اون وقت بعد اونا نمیتونستن بگن راز گفتن. نه اینه که حالا کنهانی اینا، اینا راز نیست، اینا مجازن میگن راز. اون که میتونی بگی یه ساعت دیگه اون راز نیست، راز اونه که هیچ وقت گفته نمیشه. اینه چون این خیلی رسیدنش هم بالا، سطح بالا. یعنی حرفایی که همیشه برای نزدن هست همون رازه، حرفایی که دیگه نمیشه. حد دارم میگم ذات اصلا نمیشه بگی. حالا میگم ذات پشه، شما درباره پشه ذاتش برای من بگو ذات پشه چیه. هر چه به زبانه بیاد صفت، شما اصلا به زبان تو جز صفتی چی نمیاد. اون چه به زبان میآید وصف است. شما ذاتو بگو ببینم چیه. بگو کلمه ذاتو میگی، خود لفظ ذات وصف برای ذات. ذاتو نمیتونی به زبان بیاری، ذات خودتو هر چی بگی توصیف کنه. بعض لفظایی که عرفا میکردن برای مخاطب خاص بوده که نه میخواستن بفهمون، میخواستن میگن نمیشه. منتاش دیگران که نمیفهمدن فکر کردن این نمیخواد حالا بگه. یه جایی هست که نمیشه گفت، اون رازه. راز گفتنی نیست. الان مثلا همین دنیای غرب امروز که خیلی به عالم الفاظ اومده، این فلسفه تحلیلی زبانی بود که نشتن که حالا یکی از سردمدارانشه. خب اول همه چیز ما خلاص که در زمان و آخر عمرش رسید به راز. گفت دیگه اینجا رسیدن به راز که دیگه چی نمیتونه.
آخرش به راز رسید، اولش قبول نداشت. یعنی این ماهیت ادبیات عارفانه است که نه اصلا ماهیت انسانه. انسان میرسه به جایی که دیگه نمیتونه بالاتر بره، به محدودیت خودش آدم پی میبره، میرسی به اون آخرین مرحله معرفت که برسی تازه به محدودیت خودت رسی، میفهم یه چیزی بالاتر هست که دیگه نمیشه بهش رسی. این راز نمیشه رسید، نه تو نمیتونی برسی. یه وقت من نمیتونم برسم، خب تنبلی برو یکی دیگه میرسه. حالا یه مرحله پایین تر اینایی که عرفا بهش میرسن ولی به افراد خاص میخوان منتقل کنن، خب اونم هم اونجا چی؟ اون راز نسبیه، یعنی این نمیفهمه. خب اگر اهلش پیدا کنن میگه اون راز نسبیه، اون راز مطلق نه، راز هم مطلق و نسبی داره دیگه. با چتر سنتی ایرانی در خیابان‌های فرانسه. الله استاد دیر سعیه استاد چتر حکمتش چیه الان این سیر سلوکش زیر این چتر با این مارون و ترنم رحمت خدا مانت این است که فقط حفاظت متناسب با ما نیست با ما ای صحبت نه. الان این آن هست دکتر یا نه؟ این لحظه خیلی لحظه خوبی بود باشه. به نظر من هست حالا مرز هست لحظه هست بله میشه که لحظه نیست اگه لحظه نباشه که زمان نیست اما لحظه شما تا نمیتونی بهش اشاره کنی تا اشاره میکنی که نیست. همین که مقدمات سفر فراهم شد و در یک عصر بهاری همپا و همراه دو فیلسوف به نام ایرانی عازم فرانسه شدم، دغدغه خاطرم را می آزود، عقل و عشق. و این همان جدال همیشگی دفتر عقل و آیت عشق است که دکتر دینانی 10 سال پیش کتابش را با همین عنوان به من هدیه داده بود. حالا فرصتی پیش آمده تا در سفری سلوک مانند ماهیت این دو را واکاوی کنم. اما من هرگاه سخن از ماهیت و وجود می آید نوعی دلزدگی دارم، مگر نه اینکه عشق چون آتش می سوزد و می سوزاند. پس دیگر چه جایی برای فلسفه و ماهیت اشیا می ماند؟ فلسفه همچون ریاضیات ظاهری وهمناک دارد که از دوران کودکی نظام تعلیم و تربیت ما نتوانسته است وجهی جذاب آن بخشد. اگر عقل نماد فلسفه است، قلب هم جلوه عشق است. پس در این همراهی تلاش میکنم طعم دلدادگی را به فلسفه بچشانم. اما من که بیش از 20 سال از این فیلسوف 78 سالی اصفهانی را میشناسم، برانم که او خود مظهر عشق است، گرچه مدام از عقل میگوید. فیلسوف و عاقل مینماید، اما عاشق و عارف به نظر میرسد. به قول حافظ، هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم، یا من خبر ندارم یا اون نشان ندارم. درد جاودانی این دردی که انسان داره به دیگران نداشته باش، باید متوجه با خیلی از همیانه که سه اسمش نام نمیشنه. ولی انسان درد جاودانگی داره، انسان درد دردمند جاودان است، دلش میخواد بماند همیشه. شما یه انسانی استراغ داره که نخواد حتی وقت هم که امنا که خودکشی میکنن همین هم درد جاودانگی داره، نمیخوان معدوم بشن، فکر کنه حالا یه جور دیگه میشه، حالا فعلا از این فرصت بریم شاید یه جور دیگه بشه، شاید راحت تر باشه. درد جاودانگی در انسان وقت یا باید دیگه مثلا اینم ذاتیه، عرضی نیست، یا ذات انسان وهمه یا این یه واقعیته. خود همین درد جاودانی یه واقعیته، ولی جاودانی که نمیشه واقعا درده یا یک نیازه. نیازه، درد همون نیازه، توش یه نیاز ذاتیه. ما
آقای دکتر مشهدی از این طرف. آقای دکتر این تسبیح رو بالاخره ما در این تسبیح نفهمیدیم. این تسبیح یه مقداری من تمرکز به من میده، توجه فرمون. ارتباط نفس و بدن، روح و بدن خیلی مسئله عجیبیه. بدن به مخلص شما هستیم. مساء الخیر. من اندریس اسمرنوف. من اسمرنوف. من اقول لكم في ایران في كل مكان ان اسمرنوف و هو يعرف الصهر وردی اكثر من كل احد في العالم. من كل احد. شكرا يا استاذ. پروفسور اسمرنوف متخصص سهروردی شناس خوبی است. ندیدم کسی. یه چند سال پیش در مسکو یه حرفی زد، یه حرف زد. دیدم سهروردی رو. مدام میکروشید. انا احبه و انت تعرفه. شکران لکن، شکران لکن. بریم استاد یاد بریم. انت شوی سمین. ایو صحیح. سفیر سمین. صحیح. لازم امشه. بله بله. بفرمایید آقای فرمایشن شما رو آقام برداری میکنه، ما نمیخواهیم بیفتیم. سوار وردی نگل کردیم و انت تعریفی عزیز على قلبی. آقای دکتر سعید آبادی ببین، آقای اسمرنوف اهل مسکوست، عربی رو خوب حرف میزنه. سهره، حالا عربی حرف زدن مهم نیست، سهره وردی شناسه به واقع. نشوخی میکنم، من دارم میگم که خودم متخصص سهره وردی میدونم. میشناسه خوب. نگاه چیه راجع به سهره وردی؟ چجوری میگه؟ میگه که اصلا چنون دوستش دارم که همه وجود من گرفته تو قلب من. انگلیسی هم حرف بزنم؟ انگلیسی هم حرف بزنم. What is the basic point for Sohrawardi? I mean, the basic principle of his philosophy. The basic point is light. Is light? Light. Yeah. Light. What else? Light. You mentioned yes. this morning, yeah. Professor. وجود کاملا یونانیه. سهروردی میگه نور است. ببینم شما وجود چی تعریف میکنی؟ شما که کم فلسفه تو امام صادق لخون میگه از ظاهر و به ذات المظهر و للغیر نمیگی؟ این تعریف مال نوره، مال وجوده. از ظاهر و به ذات المظهر و للغیر، مال وجوده، مال نور. از ظاهر و به ذات المظهر و للغیر نوره، ولی وجود مستدرا میگه وجود از ظاهر و به ذات المظهر و للغیر. وجود چیه؟ حالا دکتر یه جوری توضیح بده بتونیم بحث کنیم. توضیح بده. خیلی سخت است. ببین بحث اینه که اصل هستی چیه؟ اصل هستی چیه؟ اصل هستی ماده رو نمیگم، شما فقط میگی ماده شکل. اصل هستی از نظر مولا صدر ابن سینا چی؟ بگو اصل هستی یعنی چی؟ هستی خودتون بگید. نه مکالمه هستی یعنی هستی. حالا هستی چیه؟ هستی هستی تعریف کنید. اگه بخوای بگی هستی بفهمی چی میفهمی از هستی؟ آقای سعید رو گوش بده، از هستی چی میفهمی؟ ها این که توتولوژیکه. هستی هست یه چیزی بیشتر بفهمون من. هستی یعنی چی؟ خب تعریف خودتون رو بگید بعد. اینه گفتن چیزی که به ذات ظاهره همه چیز ظاهر میکنه. مثلا این چنار که ظاهر، این درخت به چی هست؟ به چی ظاهره؟ به وجوده، به خودش. اگه نبود ظاهر بود، پس به چی ظاهره؟ چون هست. فرض کنید کره زمین، این دیوار که هست، به چی ظاهره؟ چون هست. هر چیزی که ظاهره چون هست ظاهره یا چون نیست؟ چون هست. چون هست ظاهره یعنی ظاهر کنندش هستی. خود هستی به چی ظاهره؟ دیوار و در و کره و ملک و ملکوت و آسمان و زمین و طیر و شجر و حجر و مجر به هستی ظاهرن. خود هستی به چی ظاهره؟ به خودش، یعنی نور. نور هم معنیش همینه، نه نور حسی. سهروردی میگه نور، نور چراغ نمیگه، نور شمع نمیگه، نور کبریت نمیگه. نور یعنی چیزی که ظاهره به ذاته و دیگر چیزها رو ظاهر میکنه. نور اینه، به ذات ظاهره. مولا صدرهی زور میزنه که تو بگو وجود. یه جا هم یه دعوا لفظیه. بله دعوا لفظی میتونه باشه، اما حق با سهروردیه. این حال حرف از کجاست؟ همونه که گفتم، ماهی حکمت خسروانی. فرق بین یونان باستان و یونان باستان ایران باستان همین بوده. در یونان باستان وجود مطرح بود، در ایران باستان نور. حالا شما نوری هستی یا وجودی؟ بگو ببینم. این فعلا لو نمیده.
آقای دکتر اینجا الان با گیدون توپخونه چه فرقی داره؟ چی؟ اینجا باید کجا چی فرقی؟ خدا این فرقی ما اونجا بریم لذت میبریم، اینجا نمیم لذت میبریم دوستان جو. نه چایش که مثل همونجا سمج خربازه. نه چایش شده یه قهوه خونه ارزنجی من به شما بگم فوری میره رنگه. نه خیلی فقط صدا ضبط میشه. خب گاهی فقط اگر حرفای ریب انگیز بده ممکنه ضبط کنه. هیچ سکه عجب هست من مفتاد این حساسیتش فقط رو چیزای ریب انگیزه اونا رو میگیم. فضا الان عوض شد اومدیم به سیستم قبل احساس چیه؟ به قبل که اومدیم؟ والله چه تغییرات ملموس و ناملموس الان به لحاظی که من تصوری از غرب همیشه دارم که الان که دارم محسوسات رو میبینم خیلی در اون تصورم تغییر حاصل نشده. هنوزم حالا تو فرودگاهیم آخه حالا ایشالا بزر بریم تو شهر روی غیر صحبت بکنیم وقت میگم من تصویری از غرب دارم که حالا وقتی میبینم همون تصورات خودم. غرب خب خیلی خوبی ها داره ولی برای من دلچسب نیست هیچ وقت. آره من چون البته در برام دلچسبی برهان عقلی ندارم نه، ولی تربیت من یه جوریه که بگیر همین از نیشابور صحبت میکنم حالم جا میاد، از یزد و سعید آباد که حرفتنم حالم جا میاد، ولی هی بگو مثلا ژنو، هی بگو مثلا کجا، من حالم جا میاد. اما من از ژنو و غرب می گفتم. قریب یک قرن است که بسیاری از بزرگان شرق له یا علیه غرب کتاب ها نوشتند. اما من به وضوح می بینم که برخی مردمان این سامان خود مشتاق شناخت شرق و شرقیانند و بعضی اساساً روحیات شرقی دارند. همین آقای فریدز که زاده سوئیس و صاحب هتلی مجلل است تمام زیبایی های این دریا و کوه و جاده جذاب را به کوچه باقی از نیشابور می بخشد. این ساختمان مهندسش آلمانی بود. سبک رومیه یا یونانیه؟ این باروک، یعنی همین روی اجزا و قسمت هایی از سبکای یونانی داره، هم رومی داره، هم به اصطلاح دوره جدید، اینا رو باروک میگه. یه حالت التقاطی داره، عناصری مؤلفه هایی از معماری های مختلف گرفته با هم تنظیم میکنه و یه هماهنگ جدیدی رو به اصطلاح نشان میده و فوق العاده موفقه در این ساختمان. گاهی به این خوبی باید قدمتش هم زیاد باشه. نه خیلی باشه. نوع استحکامش جدید. نه این خیلی قدیمی. حالا خود موقعیت مثلا معماری در سیر و سلوک تأثیر داره؟ محال من شخصا، این دیگه عقیده شخصیه، من شخصا فهم میکنم که معماری خیلی مهمه و اهمیت چه موقعی بیشتر در میابید که به معماری بناهای مقدس توجه میکنید. یعنی انجیل مثلا در سنت‌های غربی یا خود اصلا اکلسیا، اکلسیا یعنی جمع شدن، جامعه، گروهی متفق القولی که با ایمان واحد در یه منطقه معین جمع میشن. فرض کنید یک مربعی رو در نظر بگیرید که اومدن در داخل اون مربع حرفای معنوی گوش کنن یا بگن، اون مربع تبدیل میشه به معبد مؤثره. پس 100% اصلا محل مقدس میشه. محل مقدس یعنی جایی که افراد مقدس دور هم جمع میشن، یا مسجد میشه که جایی که به اتفاق سجده میکنن به یه اصلی، به یه در جهت ترویج ایمانشون به یه اصلی توجه. 100% دکتر نظر شما چیه؟ معماری چقدر نقش داره در
نحوه تفکر در خیلی نقش داره. اولا خود فکر خوب در پیدایش معماری خوب و معماری خوب در فکر خوب هر دو، ولی معماری خوب از فکر خوب ناشی میشه و معماری خوب تمرکز میاره خود ساختمان، هم آدم ها جمع میشن هم درونشون تمرکز پیدا میکنن، یه تمرکز بین آدم ها. یعنی حتی ممکنه یک مثلا محلی آرامش به شما میده. بله تمرکز اولش که همه آدم ها جمع میشن یک دل، وقت تمرکز معنیش اینه که هر آدمی تمام نیروهاش در دلش جمع میشه، اون دیگه قوی تره، اون معبد و وقت. یعنی باب ورود به خانه خدا اینه که تمرکز شما پیدا کن. بله اون معبده، معبد یعنی آستانه ورود به راه خدا. بعد بگو وظیفه چیه؟ فلسفه چیه؟ فلسفه تأملات عقل است درباره هستی. تعریف همه قبول دارن؟ بله همه قبول. همه فیلسوفا قبول دارن. بله حالا البته ممکنه نحوش فرق کنه. تأملات عقل درباره هستی، درباره هستی. درباره خودم و هستی و زندگی. همه کل هستی میگه چی؟ نه یه بری نه اون ساعت میگه آقای دکتر مشتهدی. فلسفه چیه؟ تعریف فلسفه. فلسفه شغل هم شغله؟ وظیفه چی؟ کارش چی؟ هدفش چی؟ شما چی میخونید؟ من پزشک هستم. چه ویژگی داره که این برنامه رو شما دانلود میکنید برنامه آقای دکتر دیدنی رو؟ خب خیلی ویژگی داره. من نه کدوم قسمتشو بگم، بحثای معرفتی و همه دنبال نمی کنم. ولی خب ما خیلی شیفتش. البته من از ایران شروع میشناختم. توفیقی بود اینجا هم دوباره داریم ادامه. اتفاقا صحبتشون خیلی جالب بود، به فارسی هم بود، بعد ترجمه شد خیلی نکاس کرد پیش کاش توفیق نبوده. حالا مشکلات غیر مستقیم شایدم بتونیم بگیم. خیلی خوشحال شدیم. بنده من تو سلام به پدرت من برسیم ما خیلی خوشحال شدیم آقای دکتر. موفق باشید. خدا در یک نمایشنامه مالیر بورژوا ژانتیام یارو میگه که یه یادداشتی بنویسم از یک کسی میپرسه کمکش کن. بله. بعد اون میگه که بخوای به نثر بنویسی یا به شعر بنویسی. میگه نه به نثر نه به شعر، میخوام یه یادداشت اینجوری بنویسم. میگه که نه دیگه یاد نیست نثر یا شعر. میگه پس من این همه عمر نثر گفتم خودم اطلاع نداشتم. تو مولیره. بله. حالا یکی از این آقای دکتر من ایران شنیده بودم، من اصلش مال مولیره پس. بله. حالا تو یکی از این فیلسوفا تو کانادا همین فلسفه درس میده. خب. این هر روز با دوچرخش میاد. خب. بعد ازش میپرسن تو چرا هر روز با دوچرخه میاد؟ میبره اینکه من در راه اصلا همش فکر میکنم. من میخوام خلوت با پا میزنم، قدم میزنم، بخصوصا باش وقت دو چرخه میام همونو که فکر میکنم میام سر کلاس میگم. نه راسته این، یه خود راسته این بهتران راسته هم با دو چرخه میمنه. نه به این تفکری که در لابلای خلال کار و راه و اینا هست خود این راه در جنه با دو چرخه میمنه. تأثیر داره پیاده روی خلوت تنهایی راه رفتن خیلی تأثیر داره در تفکر. دمشق. 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 دمشق.
راز که حال من پنهان کنم این قسمش پیسانلیه قاصدک کدوم؟ آه این قاصدک برای استاد یه قاصدک که الان بکرید از اینجا ببرید خبر رو بید نکنیم بهتر بیده باشه مردم کنم بود کنیم بس برو نرسیده بود نرم این قاصدی بود که هنوز اینجا کار داره. کتاب ماجرای فکر فلسفی دینانی نیز جز حیرت و هیبت عالم ذهن و ضمیرم را نیالود. من تلاش میکنم ذهن دکتر دینانی را قلقلک بدهم تا چیزهایی را که در کتابهایش نیست برگیرم. سه روز او را همراهی کردم طوری که نه دوربین را احساس نماید نه جسمی خارجی چون میکروفون آزردهش کند. سرما نخورید. از فیلسوفای غربی کی بیشتر خوشتون میاد؟ گذشته، حال. گذشته، حال، الان معاصر. کسی جلب و جذبتون کرده؟ از فیلسوفان گذشته من از هگل بیشتر خوشم میاد. گذشته که خیلی هم گذشته نیست البته هگل. یعنی مغرب اروپای هست. در معاصرین هایدگر خوبه، هایدگر بیشتر میپسند. جاسپرس خوبه، اینا خوبه. من اساره هراکلیتوس و هگل رو در مولوی میگم و یه شعرم میگم چیه و یه شعر خیلی ساده. همه هراکلیتوس و همه هگل تو این بیت مولویه. به چی؟ تو یه بیت مولوی بره. که حالا میخوام بخونم بره. همه هراکلیتوس و همه هگل. لنگولونگو لنگولونگو خفت شکل و بی ادب سوی حق میغیژ و او را میطلب. دوست دارد دوست این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. کوشش بیهوده طلب تلاش طلب. کار احمقانه نه طلب خواستن خواستن و خواستن سعی کنی معقول باشه نه احمقانه خواستن چون همه میخوان دو وقت وقتی نقض به ما میکنی که همه میخوان تا همه ساله کرد نه اونا احمقانه میخوان عاقلانه بخواد بله چون میگه سوی حق میغیژو خواستت باید دقیقی متعالی باشه ولی هر کسی هرچی بخواد اون ساله کنی این همه خر در عالم همه چی میخواد سالک نیست خواستن با بودنش یک چیز حالا تو اندیشه ایرانی این کیا اینو همه شدن همه بزرگان همه فکر رو گفتن تمام ادبیات ما این تمام مولوی حالا من شعرشو برات خوندم قشنگ که دیگه اصلا شعرت ضبط شد شعر ضبط شد یا نه آره شعرشو برات بله بله محمود شبستری میخوای یه بار دیگه برات بخونم لنگولونگو دیگه ببین چقدر قشنگ گفته خودش چیزم داره اصلا خود این لفظ میرسونه که چقدر بد لنگولونگو خف خف شکلو بی ادب سوی حق میغیژ میغیژ و غلام میطلب دوست دارد دوست این آشفتگی کوشش بیهوده به به خیلی خوب خیلی عالی گفته بله این اساره بود من به شما خب حالا این سعادت در همینه فقط بله در طلب بله این یک و انسان جز به غیر معلوم که نیشون قبول نداشته باشن جز به غیر متناهی به هیچ رضایت نمیده به کجا میرسی که دیگه بالاتر نخواهی بری شخصیت کلاسیک مثل فرض کن حالا ملا صدرا سهروردی از اینه که کار کردیم مولانا عطار حافظ سعدی فردوسی در متفکران ابن سینا ابن سینا رو خیلی بزرگ می‌دونم خیلی
بیش از این حرفا بزرگه و اگه ابن سینا نبود ملا صدرا نبود. چرا؟ چه ویژگی داشت ابن سینا؟ تفکرش خیلی بالاست. ساخته یه چیزی رو ببین، ملا صدرا ساخته، خیلی بزرگی ملا صدرا، ولی وارث 1000 سال فرهنگه. قرن 11 هم بوده، 1000 سال پیشینه داشته، اونا رو خونده. اون هم کم هنری نیست، هنر بزرگی که توانسته از 1000 سال فرهنگ چیز جدیدی بسازه. هنر ابن سینا قبل از خودش چی نداشت؟ پیشینه نداشت. نه توهی، توهی بله، پیشینه توهی از این طرف اون طرف بلخه. خب بعد از ابن سینا، ابن سینا بزرگترین متفکرش میدونم در بین عرفا و شعرا، اگه بخوای بگی حافظ، عطار، هر دوش. عطار البته از ذره عرفانی و معنوی خیلی بالاست، ولی حافظ خیلی بالاست از ذره هست. ظاهری هم با هم لفظن و هم معنی. مولوی هم که خب یه آدم بیکرانه است، اینا رو خیلی ترجیح یکی بر دیگری سخته. نه علاقه و علاقه شخص خودتون رو، شخص خودم به ابن سینا و مولوی و حافظ. سهروردی چی؟ سهروردی هم کتاب نوشتم، بهش خیلی علاقه دارم، بله، اونم خیلی بزرگه. اما اگه بین سهروردی و ابن سینا باشه، ابن سینا باشه. اعتقاد به جهان دارم. من اون من کی؟ من شیطان آقای منی هستم که در ایرانی که یه منطقه جغرافی متولد شدم. اون منه، اون اصله، اون داره اعتقاد دارم به ایران. گوش بده رقیق، میدونم اعتقاد داره. اون من داره میگه من جهان رو دوست دارم. اون من ایرانی، من از اون دارم حرف بزنم. با حرفت میفهمم، یعنی فکر نکن که نمیفهمم. بله، این که میگی من جهانی هم خیلی هم حرف دنیا پسند میزنی دکتر، اما میگی من، اون من یعنی چی؟ من ایرانی. من از اون دارم میپرسم. استادی تسبیح نماد کجاست؟ ایران یا اسلام؟ این تسبیح نماد اسلام هم هست، نماد ایران نمیدونم. ایرانی یا تسبیح دست نه نمیدونم، اینو نمیدونم، حقیقتش نمیدونم. اما این تسبیح خیلی جهات در مسیحیت هم هست، خیلی جهات. بسیار شاپوله. زبان فرانسوی شاپوله. خاصیتش چیه دکتر؟ این من بازی باش میکنم. برای من زندگی میشه گفت زندگی لو بازیه. آره که گفتیم که دیشب بحث کردیم. خب بگو واقعا زندگی یه بازی که با جدیش کنه. بله زندگی بازی است، اون توش بازی که خیلی اثر جدی جدی تر. حتی بازی جدی، اگه جدیت رو از بازی بگیر، اون بازی والله بازی نیست. بفهمید سلام علیکم. سلام. دکتر ما از وقتی که راه افتادیم سیر سلوک راه افتادی از قبل خوبی؟ ما این سیر سلوک جدیدی بود، ولی انسان از بعد به تولد ساله که خود سیری بود. این آغاز و اصلا پروسه که شروع شد شکه نکن، هر لحظه یه سیر جدیده و خداوند مرتب سیر جدید داره. متشکرم. نه نه، شما برای خود، من نمیخوام. پس اجازه بفرمایید دست شما ببخشید. نه خوبه، شکرم راست.
ای وای شلوغ کردیم هیچ هم ایب نداره حالا دیگه جلسه کنفرانس نداره ابن رشد شما فکر کنم جز اولین کسا یا اولین کس بودید که تو ایران مطرحش کردید. آره، چرا رفتی سراغ ابن رشد؟ برای اینکه ابن رشد وقتی من رفتم انگیز خوب حرفیه انگیزه من این بود که ابن رشد با ابن سینا مخالفه، یه جایی توهین میکنه به ابن سینا. آره، میگه اصلا ابن سینا فیلسوف نبوده، متکلمی بوده، یه چیز از متکلمین اشعری گرفته. من رفتم سر جاش بنشونمش به عنوان جنگ رفتم سراغش، ولی وقتی رفتم با جنگ کنم دیدم با یه قول طرفم، دیدم خیلی عظمت داره. البته در این حال تسلیمش نشدم، دفاع از ابن سینا کردم در مقابل حرفاش، ولی به عظمتش هم واقف شدم که مرد خیلی بزرگی بوده ابن رشد. اینقدر قبل از اینکه برم سراغش اینقدر عظیمش نمیدونستم، ولی وقتی آثارش خوندم دیدم خیلی عظمت داره. چرا در ایران مطرح نشده بود؟ نمیدونم متاسفانه، چی برای اینکه خیلی عقلانی صرف با ذوق و عرفان و اینا اصلا میونه ای نداره، اصلا ضد عرفانه. ذوق ایرانی ها ذوقی هم دیگه، شاید این باشه یا شاید این نظر دیگه، شاید نمیدونم. من احتمالاً اطفاین من پرسیدم که چرا ابن رشد رو نخوندن ایرانی ها، یک کسی میگو آثارش نبوده. گفتم این دلیل نمیشه، برای اینکه ابن رشد با ابن عربی معاصر بودن، آثار ابن عربی کتاب بالینی اشخاصه، چرا اون هست اون نی؟ همون ذوقش رو نمیپسندیدن. ضمن اینکه ابن رشد رو غربی ها پایان فلسفه اسلامی میدونن، خیلی عظیم میدونن، بله، ولی ایرانی ها همون عقلیت خشک اونا نمیپسندن، چون عقلانی خشک اون. خب اگر بر اساس پسند اینا دنبال علم و فلسفه، خب بالاخره ذوقیاتی تو ایرانی ها هست، ذوقیات. چرا ابن عربی رو بیشتر پسندیدن با اینکه معاصر بودن؟ ابن عربی ذوقی‌تر، ذوق دیگه. من اینجور تفسیر میکنم، حالا علت‌های دیگه هم ممکن داشته باشه، نمیدونم. در هر صورت هیچ کتابی درباره ابن رشد تو ایران نوشته نشده بعد از 800-900 سال تا حالا، جز کتاب من. خب نکته بدی تو آرا و افکار ابن رشد بوده؟ خیلی خیلی حرفا داره، عقلانی محض دیگه. بله، اولا از عرض کنم که اولا اون نه تنها یک فیلسوف بزرگی بوده، فقیه بزرگی بوده، یه دوره فقه داره که اصلا خوندنی، هر فقیه اون کتاب اگه نخونه یه چیزی کم داره. یه دوره فقه از اول تا آخر داره، فقیه بزرگی بوده، عالم اسلامی، فیلسوف بزرگی هم بوده. بله، اون یکی از کسانی که از مصلحت در شریعت صحبت میکنه خود ابن رشده. یعنی میشه گفت پایه‌گذار مصلحت گرایی بوده؟ آره. خب آثارش چی بوده؟ کتاب فقهش؟ آثار مصلحت گرایی در فقهش، تو فقهش موضع اینجوری داره. اسم کتابش دو جلد بزرگه، بدایت المجتهد و نهایت المختصر. نهایت المختصر، بدایت المجتهد و نهایت المختصر. بدایت المختصر و نهایت المجتهد هم چی اسمی داره. بله، خیلی کتاب مهمیه کتاب فقهش. و آثار فلسفیش هم زیاده، یکی از بهترین شارحین ارسطو، یعنی با اینکه زبان یونانی نمیدونسته، زبان خارجی نمیدونسته جز عربی، نمیدونم چه استعدادی داشته که هیچ کس تا حالا به اندازه ابن رشد ارسطو رو خوب نفهمه. خیلی خوب ارسطو رو بود، شارح ارسطو، شارح، ولی شارح ارسطو کم نیست، یعنی شارحی به عظمت ابن رشد هنوز نیومده. غربی ها چرا قبولش دارن؟ برای اینکه خب فلسفه بزرگیه و همون شاره ارسطو. ابن سینا از ارسطو عبور کرده. دکتر از درد صحبت کردن، یه بچه بود خوابیده بود، من گفتم خوش به حال این بچه که راحت هم اینجا خوابیده، ایشون گفت نه خوش به حالش نه، باید بیدار باشه و درد بکشه، دردمندی مهمه. اون وقت من یه شعر خوندم از یه شاعر فارسی معاصر،
حالا شعر من بخونم. دل اگر از من گریزد، وای من. دل اگر از من گریزد، وای من. دل اگر از من گریزد، وای من. غم اگر از دل گریزد، وای دل. مرد را دردی اگر باشد خوش است، درد بی دردی علاجش آتش است. درد بی دردی بدترین درد های عالم. اصلا درد بی دردیه. درد اصلی درد جاودانگی که صحبتش کردیم. درد بی دردی علاج نداره. بد کفتیه درد بی دردی. سخن عمیق که نشنیده باشم، یا حتی اگر شنیده باشم، اگر سخن عمیق باشه من به وجه، سخنی که محتوای خوب داشته باشه، نه وراجی باشه. چی پس ناراحت میکنی شما رو؟ همون سخن وراجی، سخن بیمعنی. بدیه؟ ناراحت هم در وقتی که ناراحت میشینم حرفای ممکنه بذاری که قبول نداشتی باشیم بعدا. ممکنه حرفای تندی بزنم که حتی بعد به شما نمیشه. بله، یعنی اصلا سخت خشکی میشم از وراج حرفای بیهوده، و مخصوصا اگه حس کنم که اون طرف لجاجت هم داره. سر کلاس هم همینجور نمیدونم. آه او بزنیم بیا گفتی حرف. مثلا برای شما میگم آقای دکتر باغبانم، حالا توجه. فهم داشتن یعنی چه؟ فهمو من دارم یا میفهمم؟ بین فهم داشتن و فهمیدن فرق قائل یا نه؟ فهم داشتن و فهمیدن فرقش چیه؟ من فهم دارم یا میفهمم؟ اگه فهم دارم خاک بر سرم، اگه میفهمم خوشو به حالم. فهم داشتن یعنی فهمیدن، نه انبار کن فهم. انقلاب هم یه بار برای همیشه نیست، 300 سالش. انقلاب دائم در انسانه. آدم انقلابی هر لحظه انقلابی علل اتصال داره فکر میکنه. این سلوکه، سلوک اینه، اندیشیدن دائم. توقف نیست، توقف مرگه. توقف اندیشه مرگ آدمی است. بله، خوردم و من خب در جلسات شرکت میکردم همراه آیت علامه طباطبایی که من شاگرد علامه بودم اون موقع، و همراه مرحوم علامه از قم میرفتم به تهران، و تنها کسی بودم که همراهیشون میرفتم به تهران. تو جلسات شبانه قم هم داشتن ایشون، ولی جلسات هر وقت قربان تهران بود دو هفته یه بار جلسه در تهران تشکیل میشد در یه منزلی که آقای قربان بود و بعضی از اساتید فرهیخته، و منم شاید جوانترین آدم در اون جلسه اون روزگار بودم. وقت یه وقت من یه سوال خصوصی از قربان کردم. خب معمولا از یه آدم فرانسوی که خیلی جنتلمن بود قربان، خیلی هم تیپیکال فرانسوی بود، سوال خصوصی از اشخاص کردن خیلی خوشایند نیست، ولی من کمی جسور بودم. یه شب چون در آثارش از لزوم مرشد در تصوف و عرفان اینا خیلی صحبت میکنه،
که آدم باید راهنما داشته باشه. من از این پرسیدم خب آقای قربان تو که خودت سالکی اهل تصوفی مرشد شما کیه؟ یه فکری کرد یه لبخند زد علامه طباطبایی اونجا نشسته و از دور همچنین گوشاش تیز شد بینه این چه جواب میده. یه لبخند رندانه زد و گفت که من اویسی هستم. خب رندانه جواب داد چون من میدونستم که اویسیه تنها فرقه ای از عرفا و صوفی هستن که به ضرورت وجود مرشد قائل نیستن. میگن آدم خودش که راه بره میرسه، چون اویس قرن حضوراً حضرت ختم مرتبت رو زیارت نکرد ولی واصل شد به مؤمن. گفت من اویسی هم. خب رندانه پاسخ گفت. من باز اشارت کردم دوباره پرسیدم گفتم خب آقای قربان شما اویسی هستی، شاید من خود منم اویسی باشم، اما شما بفرمایید که هر عارفی هر چه اویسی باشه غیر اویسی یه ذکر خفی داره یه ذکر جلی. ذکر خفیتون رو نمی پرسم، اون که خب پنهانه. ذکر جلی شما چیه؟ اینجا دوباره یه مکسی کرد و یه قیافه خیلی جدی گرفت و این دفعه یه لبخندم خیلی جدی گفت ببین من شبها تا صبح، چون شبها کار میکرد روزا میخواد، گفت من شبها تا صبح که میشینم مطالعه میکنم و قال الباقر و قال الصادق میخونم اونا ذکر جلی هم. یعنی معتقد به اهمه و بله بود به ارفانه. ببین اهل عرفان بود، عرفان رو در تشیع میدید و در اهمه ما اونا رو عارف کامل میدونست. راستی جای تعجب نیست، هانری کوربن فیلسوف بزرگ غرب فکر و ذکرش قال الباقر و قال الصادق باشد، اما ورد برخی بزرگان شرق هایدگر و سارت و راسل. یاد عرفان می افتم و یاد تذکرت الاولیای عطار که آغازش با ذکر امام باقر و انجامش با امام صادق است، و من همچنان در شگفتم که مرز عرفان و دین و فلسفه کجاست. من اینو توی همین برنامه معرفت معنی کردم. رند یعنی کسی که ترک تعلق از ماسوای حق بکنه. یعنی ببین ما تمام الغه است، غذامون، جامون، لباسمون، قمخیشمون، زنون، بچه‌مون، مالمون، این همه دلهمون بسته به این است. کسی که بتونه از غیر حق تعالی ترک تعلق بکنه، ترک تعلق به معنی واقعی کلمه، این رنده. من اینجور معنی کردم تو برنامه معرفت. یعنی آزاد، یعنی آزاد. تشخیصش حالا ممکنه ما نتونیم بدیم ولی داریم توصیف کنیم. رند یعنی آزاد از هر چیزی، بسته به هیچی دیگه نیم، رهای مطلقه جز به حق تعالی. این رنده. حافظ خودش رند بود؟ آره به نظر من رند بود، یا اقلا رندی رو تجربه کرده بود ولی نمیتونست بگه. ویژگی های یک رند چی رو نداره شما؟ ترک تعلق از غیر حق تعالی گفتن دیگه، ترک تعلق از غیر حق تعالی. من نیز دنبال راه تازه‌ای هستم. اکنون که همراه دو فیلسوف به نام ایرانی هستم، باید راز و رمز فلسفه را بفهمم و راهی پر نور بیابم و سعی می کنم مدام در حرکت باشم. تکنولوژی یعنی چه؟ یعنی اپورتونیست؟ تکنولوژی ما معنی بد ازش می فهمیم. یعنی اصطلاح فرنگیش هم اپورتونیزم. اپورتونیسته؟ بله. نه. اپورتونیسم یعنی فرصت طلب. فرصت طلب. ابن الوقت ما خیلی ابن الوقت یعنی فرزند زمانه میخواد منافعش. اینو بهش میگیم پرزانس سالومون. اونو هم اپورتونیسته. اما ابن الوقت مولانا چیه؟ اولا فرق است بین وقت و زمان. زمان همینه که میگذره برای حیوانات هنیزه. وقت برای او رفای معنی خاصی داره. از کجا گرفتن؟ و مولانا از کجا؟ از یک حدیث از پیغمبر اسلام. ان لی مع الله اوقات، نمیگه زمان، پیغمبر میگه ان لی مع الله اوقات، وقتهایی دارم. لا یسعنی فیه ملک مقرب ولا نبی المرسل. در اون وقت هیچ پیغمبر اینجا نیست، در اون لحظه با من هیچ فرشته نیست، منم و خدا. ان لی اوقات. مولانا به این ابن الوقت، هر لحظه عارف وقت داره با خداوند و با خودش. وقت اینه، اوقات یعنی این. پس بنابراین عارف
هیچ لحظهش کهنه نیست. از ابن الوقت بودن خوبه. ابن الوقت به این معنی که من کردم، یعنی دائم یه تجلی جدیده. دو تا تجلی یکسان ما نداریم از نظر عارف. شما عالم رو کهنه نیم، ما کهنه میم، سال یه بار عید میکنیم. عارف هل آن یه عید داره. ببین شعر دیگر از مولانا، عارفان در دمی، دم یعنی نفس کشیدن، در دمی دو عید کنند. دو تا عید، یکی نفس میده یکی میاد، دو تا عیدی، دو تا تازگی. عنکبوتان مگس قدید کنند. عنکبوتان چیکار میکنند؟ مگس ها نگاه میکنند، کنزروشون کنند که بعد بخورن. یعنی آدم ها عنکبوتان کنزرواتیو هستند، نگه هم دارن بعد بخورن. عارف فرزند وقته، لحظه به لحظه تجلی جدید از عالم، عالم برای جدیده. کهنگی نمیفهمه عارف. این سالک نیست، فکره، این در اندیشه است. اندیشه تو هم به حال، فیلسوف هم اهل اندیشه است. البته اندیشه معمولا حال به خودش داره، اندیشه بدون حال نیست. پس اینکه که فرزند زمان خیش بودن همینه، یعنی زمان تازه به تازه و بفهم تازگی زمانو. در حیرتم، نور و وجود چیست و کدام بر دیگری ارجح است؟ شاید همین راه که شبیه سیر و سلوک عارفان است، چونی رفتن را بنمایاند. می دانم که فلسفه و فیلسوف پاسخ نمی دهد، پرسش خلق می کند. پس چه کسی باید راه بنماید؟ راجع به ابن عربی هم خب کشتابی های زیاده، اینایی که مخالفن یا موافقن. مخالف که طبیعتا شما چی نظرتون چی رو؟ من که خیلی ابن عربی رو بزرگ می بینم، هم ابن عربی رو در عرفان بزرگ می بینم، هم ابن رشد رو در فلسفه. و هر دوشون قابل مطالعه و خوندن، آدم نخونه این داره چیز کم داره. هر دوشون در گرشته بزرگ هست. از اینه که هر دوشون هم شهری هست، قرطبی هست، قردوا و معاصر هم بودن. این توش ابن رشد پیر، ابن عربی جوان، ابن عربی جوان بوده، نوجوان پیر. با شیعه، با شیعه چه نسبتی داشتن؟ هیچ، شیعه نیستن هیچ کدومش. ابن رشد هم که گفتم ایرانی هیچ کدوم باشه. محسن علی تا حالا کسی ندیدن بخونه ابن رشد. حتی مولا صدر ابن رشد نخونده بود. این همه همه کتاب خونده بود، ابن رشد نخونده. هیچ کس، هیچ هم از ابن رشد حرف تو آثارش ده. خوششم نمیمده از ابن رشد. ابن رشد خوب، ولی خوب مهم. عرض کردم من اولین کسی هستم که در ایران فارسی کتاب نوشتم. در ایران چقدر استقبال شد؟ چقدر خوب بوده؟ چند بار چاپ شد و تجربه چاپ شد. خیلی به اون صورت نه، ولی خوب اونه که علیش بودم خوندم. تعریضی نشد؟ نه، ندیدم، ندیدم کسی تعریض. یا من ندیدم، شاید شده من ندیدم. خود اسپانیایی ها چقدر علاقه دارد به عربی؟ خیلی. هم به ابن عربی علاقه دارن، هم به ابن رشد. یه حالت دوگانه دارن اسپانیا، هم علاقه دارن به لاتین که میگن مال کشور ما بود، هم از جهت خوششون نمیاد که اینا مسلمان بود. اسپانیا الان خیلی مسیحی تندی هم ضد اسلام. از این طرف که اینه اسپانیایی هم خیلی افتخار از میاد که مسلمان بزرگی هم کمی ناراحت هم. یه حالت دوگانه درشون دیده میشه. بیچارا چه نقشی تو تمدن اسلامی اندلس داشته؟ اون شبه جزیره ایبریه خیلی داشته، خیلی داشته. تو تمدن اسلامی هر روشون نقش داشته، حتی کل جهان نقش داشته. این درسته در اروپا خیلی نقش داشته. اصلا یه نهضتی در اروپا از روزی هم نهضت ابن رشدی رو وجود داشته، نقش داشته هر روشون. به بزرگی هم دیگه، به بزرگان هم. آسانسور هم میشه سیر سلوک کرد؟ سیر سلوک با اصلا خودت نمیشه؟ بزن یک آیه بزن دیجا، یک بزنی اون وقت با واسطه تا یک بزنی دیجا. سیر سلوک اینه پات و سیر سلوک باید سنتی باشه؟ میخوان یه دونه یکم بیشتر باید پات حرکت کنه، اینجا پات حرکت نه. پس اون قیجی بیجی اینه که مولانا گفت،
آخه اون قیجه بگم برای حرکت برای زور میزن بهتره دیگه که بالاخره از سکون و نی قیجه قیجیدن یعنی هی سر بخوری بری پس این با مدرنیست نمیخونه نه 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 مدرنیست تنبلی میاره مدرنیست تنبلی این بزرگی نمیدی دکتر دیزو دل اگر از من گریزد دل اگر از من گریزد وای من دل اگر از من گریزد وای من غم اگر از دل گریزد وای من باریکلا دکتر از کی این شعر نپرس